به نام خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی سنف اشتم شاگردای عزیز امیدوارم که جانتان جور و سلامت و صحتمند باشید شاگردای عزیز و گرامی به مضمون ریاضی خوش آمدید شاگردای عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی صنف هشتم با همدیگه میخوانیم درست است فصل چندم هستیم فصل پنجم قذایای مثلث درس چهارم امروز ما و شما میخوانیم درست است پس درس چهارم از فصل پنجم اما ما و شما هدفی که در درس امروز با همدیگه دنبال میکنیم و عنوانی که میخوایم چی است مثلث قائم زاویه با زاویه های سی و شست درجه اگر یادتان باشه در درس گذشته ما و شما قضای مثلث قایم زاویه رو خاندیم دو قضیه در رابطه با یک مثلث قایم زاویه خواندیم درست است؟ خب امروز ما و شما درباره مثلث قایم زاویه که یک زاویه سی درجه و یک زاویه 6 درجه داشته باشد میخوانیم که دو قضیه رو ما و شما باید بخوانیم قبلی که بریم فر تخته درس شروع کنیم کارخانگی درس گذشته باید به با ما روان میکردید از طریق نمبرشم نمبرش هم چند است؟ 20964, 255 413. درست است اگر کدام سوال کدام مشکل در حل کارخانگی کدام پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق همین که به شما خواندم خب شاگرد عزیز و گرامی پس میریم سر تخته و درس امروز خود شروع میکنیم درست است پس بریم سر تخته خب شاگرد عزیز و گرامی قضایای مثلث قائم زاویه 30 و 60 درجه معنایش چی است معنایش است که ما و شما اگر یک مثلث قائم زاویه داشته باشیم مثلث قائم زاویه رو خب می‌فهمیم زاوی که یک زاویه چند درجه داشته باشه یک زاویه 90 درجه داشته باشد و اون میگه مثلث قائم زاویه خب این ما و شما میفاهمیم که مجموع زوایای داخلی هر مثلث چند درجه میشه 180 درجه آفرین پس ما و شما اگر یک مثلث داشته باشیم یک مثلث به شکل داشته باشیم شاگردای عزیز مثلثی که در اینجا زاویه چند باشد 90 درجه باشد خب این زاویه ما و شما اگر 30 درجه باشد این زاویه چند درجه میشه چون جمعش باید بشه 180 خب این 90 است این 30 تا میشه چند 90 با 30 میشه 120 درجه صحیح تا 180 چقدر میمونه 60 درجه میمونه پس ای باید 100 درصد چند باشد 60 درجه باشد پس در یک مثلث قائم زاویه یعنی یک زاویه 90 درجه یک زاویه اگه C باشه دو دیگه 60 100 درصد 60 درجه میشه صحیح خب پس ای, ای باشد ای بی باشد و ای سی خب فعلا ما دو قضیه رو ما ما رو امروز باید بخونیم قضیه اول قضیه اول ما با ای سی و 60 کار نداریم میگم یک مثلث قائم زاویه داشته باشیم در قضیه دوم باز ای سی و 60 وارد میکنیم که اگر سی درجه باشه چه رقم میشه اگر 60 درجه باشه چه رقم میشه صحیح پس فعلا ما ای و شست پاک میکنم میگم که چی؟ ما یک مثلث قائم زاویه را داریم مثلث قائم زاویه بی را داریم پس قضیه یک قضیه یک دو قضیه ما و شما امروز بخیر میخوانیم قضیه اول قضیه اول میگیم که اگر ما و شما یک مثلث قائم زاویه بی را داشته باشیم و بیایم چی کنیم؟ میانه میانه میانه, میانه خب میفهمین میانه بالای وتر رسم کنیم. وتر ما و شما ای, ای سی است وتر میدونید که در مثلث قائم زاویه زلی که روبرو به زاویه 90 درجه باشد به با اون میگیم وتر مثلث میانه بی بالای م... میانه از راست بی بالای وتر رسم کنیم. میانه این دقیقا وسط ای دریافت میکنه وسط وسطش صحیح است یعنی وسطش میشه این نقطه پس ما از بی به این نقطه وصل میکنیم نام از چی میمانم ام میمانم میانه یعنی معنای چی است وقتی میگه میانه یعنی AM با ام سی مساوی است یعنی اینی وتر به دو نیمه مساوی تقسیم میکنه صحیح پس قضیه یک ایر میگه اگر در یک مثلث قائم زاویه ما و شما میانه بالای وتر را رس رسم بسازیم رسم کنیم خود ما چی میشه این میانه نیم وتر میشه یعنی وتر اگر وتر یا وتر تقسیم بر دو بسازیم اما میانه دریافت میشه یعنی بی ام ما و شما دقیقا میشه ای تقسیم بر دو یعنی ما و شما اگر وتر تقسیم بر دو بسازیم میانه دریافت میشه پس دقت کنید من اینجا نوشته میکنم در یک میگه که در یک مثلث قائم زاویه اگر ما و شما میانه بالای وتر رسم بسازیم پس باید ثبوت کنیم پس من اینجا نوشته میکنم A چی پایم زاویه و بی ام چی هست؟ میانه بالای وتر. خب این را داره مثلث ای بی سی ما و شما خواهیم زاویه است و بی ام هم میانه وتر است از یاد نتیجه چی میشه؟ ما و شما باید نتیجه بگیریم که بی ام ما و شما همین طول میانه همین میانه بی ام ما و شما میشه نیم وتر. یعنی مساوی میشه با ای سی بخش تقسیم بر دو یعنی ما و شما اگر اسیر تقسیم بر دو بسازیم چی میشه میانه دریافت میشه پس این رو باید ثبوت کنیم سیست پس ما این رو ثبوت میکنم این قضیه اول ما و شماست پس در هر مثلث قایم زاویه ما و شما اگر میانه بالای وتر رسم بسازیم نیم وتر میشه یعنی اگر این میانه ما و شما به عنوان مثال وتر ما و شما 6 باشه میانه ما شما چند میشه 3 میشه 3 سانتی متر اگر وتر ما و شما ده باشه میانه یعنی ما و شما پنج میشه دقیقا نیم وتر میشه سه است خوی رو ثبوت میکنیم ثبوت بعد چرا ثبوت میکنم میگم که دقت کن شکر عزیز بسیار ثبوت شاسان است من میگم همین مسلس ما و شما داریم مثلا قایم زاویه بی ام هم که میانه بالای وتر است که حالی AM ما و شما با MC سی چی است مساوی است چون میانه است دیگه ای ای ام با MC مساوی است خب چی میکنم میگم ما همین همه میانه بی ام ادامه میدم امتداد میدهم هم مستقیم و متردم جهت خودش ادامه میدم چه خ اندازه بی ام همه قر اندازه هم میگیرم با خط کش مثلا 5 است 5 سانتی متر 5 سانتی متر ادامه میدم صحیح پس تا ام نقطه رو چی می میمونم نقطه رو نامش میمونم ان پس چی میگم میگم که میانه بی ام را به اندازه خودش کار میکنیم؟ امتداد میدهیم و نقطه این را دریافت میکنیم سیست؟ پس ما همی بی ام یعنی بی ام ادامه میدم امتداد میدهم سیست که به نقطه چی برسیم؟ به نقطه این پس شاگرده از دقت کنید عالی. من اینی چارزول ای ای این سی بی را در نظر میگیرم این چارزولی که من چی در اینجا کشیده خب در این چارزولی اگه دقت کنید شاگرده عزیز من میم در این اردو مسلس دقت کنید مسلس ای با این ایم من پاک کنید به این برس نویشته که دیده شده ایم, ای نقطه نامش ایم است دیگه سیست اینی ایم در اینجا نویشته میکنم ما این را چی کردم ادامه دادم نه خب آلی شاگرد عزیز دقت کنید امی مسلس ای ام بی و ان ام سی دقیقا سمت چه و مسلس سمت راست این دو مسلس ها من ثبوت میکنم که اینا چی هستن با هم دیگه مساوی هستن یا انتباق پذیر هستن که به اصلا چی میگفتیم؟ گفتیم هم نهشت هستن در سنیف هفتم نه هم نهشت یا انتباق پذیر هستن چی هم ثبوت میکنم؟ من میگم که ام با ام سی که مساوی پس نویشتن میکنم ای این مساوی است با ام سی. چرا چون BM ام میانه است وقتی میانه باشه دو نیم تقسیم میکنه اگر خود سوال گفته BM ام چی است؟ بی ام میانه بالای وتر است پس نوشته میکنیم چون BM ام میانه است بی ام میانه است صحیح خب پس AM با ام سی مساوی شد بی ام هم با ام ان مساوی است چرا چون من خودم رسم کردم گفتم که به اندازه بی ام ادامه میتونم با خط کش اندازه میگیرم همه قید ادامه میتونم پس قرار ترسیم قراری که خود ما و شما رسم کردیم پس بی ام است با ام قرار ترسیم که ما و شما خود ما رسم کردیم امیر دقیق اندازه ادامه دادم و زاویه دقت کن شاگرد عزیز این نامش میگیم ای ام 1 بگیریم ام 2 زاویه ام یک و ام دو هم چی است متقابل برعس است با هم دیگه چی میشه مساوی میشه پس زاویه ام یک مساوی است با زاویه ام دو متقابل برعس دلیل دلیلش نوشته کردیم صحیح خب آلی از این سه ما شما نتیجه میگیریم که مثلث ام بی با مثلث ان ام سی مساوی میشه یا انطباق پذیر میشه پس ام بی انتباق پذیر است الان انتباق پذیر به این شکل بود دیگه نه یا به اصطلاح می گفتیم هم نهشت است A, ام بی با ان ام سی با مثلث ان ام سی انتباق پذیر است به حالت چی میشه؟ به حالت دو زل و زاوی بین صحیف دو تا زل گفته و زاوی بین به حالت زاد ز زاد دو تا زل و زاوی بین با همگه چه میشه؟ انتباق پذیر میشه خب حالی که انتباق پذیر است پس میتونیم چی نشان بیم و نتیجه میگیریم که این ار سی زلای از چی میشه با هم مساوی است دیگه خب AM ام که گفتیم با ام سی مساوی است بی ام با ام ان مساوی است پس ای بی با ان سی مساوی میشه در نتیجه صحیح پس در نتیجه در نتیجه بی با ان سی مساوی میشه پس ای بی مساوی است با ان سی سایست؟ پس AB با NC مساوی شد این ثبوت کردیم گفتیم این دو مثال از کردیم با هم انطباق پذیر است پس این زل ای با NC مساوی میشه پس نام از این من میمانم یک یعنی یک بر ما بیشتر بسیار مهم است ما از این باز نتیجه بگیرم پس AB مساوی است با NC. سی یعنی دو حد میکشم این نامش میکشم نامش نوشته میکنم رابطه یک یعنی AB با NC سی مساوی است خب شاگردان عزیز به همین طریق ما و شما میتونیم ثبوت کنیم ثبوت کنیم چه رقم آلین در صدقت کن در صلاف A ام ان یعنی مثلث بالا با مثلث ام بی سی با مثلث پایین یاردور من میتونم ثبوت کنم یا من پذیر است صحیح پس دقیقا یک بار دیگه مثلث بالا مثلث پایین ای ام ان بی ام مثلث من ثبوت میکنم انطباق پذیر است چه رقم من میگم که AM با MC سی مساوی است چون باز دوباره چی است چون BM ام میانه است و بی با MNم، مساوی چون خود ما شما ترسیم کردیم گفتیم قیدام هم قیدامه میتیم صحیح حالی نام از این ام بالار زاوی بالار ام سه میگرم و ام پایین ام چار میگرم ام سه و ام چار هم با هم چی هست؟ متقابل برس است پس هم با هم چی میشه؟ دقیقا به این حالت میشه چی؟ دوتا مسلس انتباق پذیر میشه وقتی انتباق پذیر باشد پس ازلاش مساوی است پس دایی مثلث بالا AN با چی BC مساوی میشه به همین طریق ما شما و شما میتونیم ثبوت کنیم پس خود ادامه ادامش ثبوت کنید که ما و شما به همین طریق ثبوت میکنیم که AN با BC مساوی میشه پس من در اینجا نوشتم میکنم به همین طریق میشم نوشته کرد که AN پس AN مساوی است با BC دور زیرم خط میکشم نام از چند رابطه دو نام از چند رابطه دو خب از یک و دو مال میخوام چه نتیجه بگیرم یک و دو دقت کنید شکر دارید یک چی میگه میگه که ای با NC مساویست مساوی است رابطه دو چی میگه میگه ای ان با BC سی مساوی است پس در این چارزلی که ما شما داریم ANCB ان روبرو بی با هم چی است مساوی است اما ثبوت کردیم دیگه از رابطه یک و دو ثبوت میکنیم که در چارزل ای ان بی سی زل های روبرو با هم چی است مساوی است و یک زاویه چند درجه داریم یک زاویه 90 درجه داریم خب وقتی یک زاویه 90 درجه داشته باشیم پس این ای تعریف مستطیل است فکر کنید باشد چهار زلی که زلهای روبرو با هم مساوی باشد و یک زاویه 90 درجه داشته باشد به با او اون میگیم مستطیل پس ثبوت ما در اینجا سوبازی یک و دو نتیجه میگیریم که چهار زلی و زاویه B هم 90 درجه است از یک و دو و چون زاویه B 90 درجه است ما و شما نتیجه میگیریم که این چهار زلی چی است مستطیل است خب حال که مستطیل گرفت نتیجه گرفتیم چی به ما چی میگه میگه که چون مستطیل است ما این ما و شما میفهمیم که در مستطیل قطرها یکدیگر را نصف میکنند و با هم دیگه مساوی هستند پس اینی ای سی با بی این هم مساویس هم نصف میکنه خب پس ثبوت شد دیگه وقت نصف میکنه معنای چی است یعنی این قطر ای سی با قطر بی این مساویس وقت نصف میکنه یعنی این چهار تا قسمت با هم چی میشه مساوی میشه یعنی AM، با MC با ام بی با MN ان هر چار چی است مساوی است خب ما شما چی رو می‌خوایم ثبوت کنیم می‌خواستیم بگیم که بی ام نیم ای سی است کمی ثبوت شد چون در مستطیل قطرها چی است قطرها همدیگر را نصف میکنن و با همدیگر مساوی هستند پس این میشه ثبوت پس در اینجا نوشته میکنم چون جای ندارم دای دا کجا دای بالا نوشته میکنم از یک و دو بگم از یک و دو و دیگه چی با سعی تر نوشته کنم از یک و دو از یک و دو کی کنم. و که نوشته کردم و یک زاویه بی 90 درجه است و زاوی بی 90 درجه است از این هر سه ما شما نتیجه میگیریم که a n c b چی است مستطیل است سیست وقتی مستطیل بود باز نتیجه میگیریم که قطرها چی است یک یکدیگر رو نصف میکنن و با همدیگه مساوی استن پس نوشته میکنم قطرها مساوی و یکدیگر را نصف میکن نیم میکنن ی نصف میکنن پس در نتیجه پس چی میشه؟ پس به می میرسیم یعنی که BM ما و شما نیمه اسی میشه سیست پس این هم از ثبوتش خب پس شاگرد عزیز پس این قضیه یکی رو میگه که ما ثبوت کردیم قضیه خود قضیه چی میگه میگه که اگر ما شما یک یک مثلث زاویه داشته باشیم یک مثلث قائم زاویه داشته باشیم ما بیای میانه بالای وتر را رسم بسازیم دقیقاً این میانه بالای وتر نیمه وتر میشه میانه بالای وتر نیم وتر میشه یعنی اگر وتر ما و شما هشت باشد میانه چند میشه؟ میانه چار بشه دقیقا نیمش میشه اگر میانه ما و شما سه باشد وتر شش میشه سیست پس ثبوتش هم انجام دادیم درست است؟ خب شاگرد عزیز پس ما تختر پاک میکنم قضیه دوم که بسیار مهم است و سوالیمتان از اون آید قضیه یک چرا کار کردیم چون در قضیه دوم را لازم داریم در قضیه دوم از این استفاده میکنیم قضیه دوم ثبوت میکنیم صحیح پس ما تختر پاک میکنیم آل قضیه دوم ثبوت میکنیم و از یک سوال امتحانی هم کار میکنیم درست است پس تختر ما پاک میکنیم خب شاگرده عزیز و گرامی قضیه دوم چی به چی شکل است پس من نوشته میکنم قضیه دو قضیه دو قضیه دو به شک میگه به ما و شما میگه اگر ما و شما یک مثلث قائم زاویه داشته باشیم سیست یک مثلث قائم زاویه داشته باشیم این زاویه 90 درجه است و این زاویه 30 درجه باشد سیست این زاویه ما شما سی درجه و دیگه چی میشه دیگه 60 درجه میشه صحیح است گفتیم دیگه نه چون 90 درجه سی درجه 60 درجه میشه 180 درجه چون مجموع زوایای داخلی هر مثلث 180 درجه است پس یک 90 است اگر سی باشد باشد 100 فیصد باید 60 درجه باشد پس من نام زیر بگیرم ا نام زیر بگیرم بی و این نقطه رو بگیرم سی این رأس مثلث ما شما باشه مثلث قائم زاویه ما شما خب در قضیه ده میگه که شاگرد ده قضیه چی میگه میگه که ده اگر ما شما بیایم در می مثلث قائم زاویه و زاویه سی درجه داشته باشیم زل روبرو به زاویه سی درجه یعنی BC ما شما روبرو به سی درجه است BC سی ما شما زل BC سی ما شما نیم وتر میشه دی قضیه دو میره میگه اگر یک مثلث قائم زاویه داشته باشیم که یک زاویه سی باشه یک زاویه 60 یک زاویه 90 است زل روبرو به زاویه سی درجه یعنی BC سی روبرو به سی درجه است دقت کنید یعنی زاویه سی است روبرو از میشه BC. زل بی سی میشه نیم وطر سیست؟ پس ما به این شکل نویشتن باید باید ثبوت کنیم پس ای بی سی ای بی سی چی هست؟ قایم زاوی هست یک زاویه سی و شست درجه هم داریم درست است؟ پس زاویه ای سی درجه باشد و زاویه سی هم شست درجه باشد در از این ها نتیجه هم میگیریم نتیجه است که زل روبرو به زاوی سی درجه یعنی بی سی ما و شما مساوی میشه وتر تقسیم بر دو یعنی ای سی تقسیم بر دو پس این قضیه هم بسیار قضیه آسان و بسیار مهم است که ما و شما اگر یک مثلث قائم زاویه با زاویه سی درجه و 60 درجه داشته باشیم زل روبرو به زاویه سی درجه نیم وتر میشه خب این می رو ثبوت میکنیم پس ما این ثبوت شاگردای عزیز در قضیه یک چرا هم ثبوت کردیم قضیه قضی یک است قضیه گفتیم که اگر ما میانه بالای وتر رسم بسازیم اما میانه نیمی وتر میشه پس من از او استفاده میکنم پس میگم من میانه بی ام بالای وتر رسم میکنم میگم میانه بی ام بالای وتر را رسم میکنیم سعیست؟ خب پس من وسط ازی از پیدا میکنم وسط اسیر پیدا میکنم وسط سیموش تقریبا اینجا میشه و ما از بی به ای وصل میکنم چی میمانم؟ ام میمانم درست است؟ خب حال طبق قضیه اول که ما شما خواندم چون میانه بی ام بالای وتر است پس میشه نیم وتر پس خود بی ام نیم اسی یعنی چی؟ یعنی که چون این میانه دقت کن کرده عزیز اینی ام میانه است. پس اینی زل با اینی زل چی است؟ مساوی چون میانه است دیگه نه؟ و اینی بی ام با یا چی است مساوی چون نیم از یا می شه دیگه دو نیم تقسیم کنیم اینی بی ماشون با چی میشه مساوی میشه بنا به قضیه قبلی که ثبوت کردیم خب حالا ما میخوایم بگیم که اینی بی سی ام با یا مساوی اگر بگیم بی سی ام با یا مساوی است همون نیم وتر میشه دیگه صحیح است خب چه رقمی در مثلث ام بی سی خب حالا ما کنم میانه بی ام رو بالای وتر را رسم میکنیم خب طبق قضیه قبل میدانیم طبق قضیه یک میدانیم طبق قضیه قبل میدانیم میدانیم که چی؟ که BM با MC سی مساوی است صحیح که نشتم میکنم BM ام است با MC. یا همون نیم وطر است دیگه MC سی نیم وطر است دیگه صحیح است؟ گفتیم BM نیم وطر میشه یا وطر تقسیم دو که همون MC میشه دقیقا نیم پس بی ام با ام سی مساوی است ام با ام سی مساوی است خب حالا دقت کن شاگرد عزیز این زاویه چند درجه است زاویه 6 60 درجه است خود دم خود مثلث ام بی سی را دقت کن این زاویه 60 درجه باشد صحیح است این این زل با این زل مساوی است پس این زاویه ای که در اینجا این این یک بخشی از این نامش بی یک بگیرم زاویه بی یک زاوی ما شما چند درجه میشه او هم 60 درجه میشه چرا چرا او هم شش میشه چون عنی زل با این زل چی هست استه یعنی چی مثلث ما و شما متساوی و ساقین است دو تا ساق با هم برابر بشه زاویه روبرو با هم چی میشه مساوی میشه پس میگیم که BM ام با MC ام چی هست برابر است پس پس چی است پس مثلث پس مثلث MBC MBC BC چی است و ساقین است MBC متساوی و ساقین است سیست؟ خب متساوی ساقین باشه یعنی چی؟ یعنی ز... زاوی بی یک هم چند میشه؟ میشه شست درجه پس زاوی بی ام بی سی هم شست درجه میشه پس یاد بگیم در نتیجه زاوی ام بی سی زاوی ام بی سی هم چند درجه میشه؟ میشه شست درجه چرا؟ چون وقت مثلث ما متصاوی ساخن باشد زاویه رو برو چی میشه؟ با هم مساوی میشه خب این شست شد اینی هم شست شد خب شاگرد وقتی شست باشه این شست باشه اینی زاویه ایم هم چند میشه؟ این زاویه هم شست درجه میشه چرا؟ چون مجموع زوای داخلی مثلث چند درجه است؟ 180 هشتاد اینی شست اینی هم 60 میشه 120 تا 180 هشتاد چه خدیگه درجه پس و هم میشه 60 درجه پس ما میکنم وقتی هم 60 شد پس من اینجا نقشنم کنم دقیق کنید زاویه... زاویه سی شده 60 درجه زاویه ام بی سی هم اینی هم شده 60 درجه از هر دو نتیجه میگیریم که زاویه چی؟ زاویه ام هم میشه 60 درجه زاویه ام هم میشه چند؟ 60 درجه زاویه ام هم که 60 درجه شود. یعنی در یک مثلث ام بی سی سه تا زاویه 60 درجه است یعنی زاویه با هم مساوی باشد پس اون مثلث ما و شما چی میشه متساوی الاضلاع میشه یعنی هر سه زلش با هم مساوی است پس در نتیجه مثلث ام بی سی ام بی سی چی میشه الاضلاع یعنی سه زلش با هم مساوی است خب وقتی سه ضلع مساوی باشد پس bc با mc چی میشه مساوی میشه پس در نتیجه bc مساوی است با mc خب mc دقیقا چی است mc نیم وتر است پس bc نیم وتر میشه bc نیم وتر میشه پس ثبوت شد پس در نتیجه باز دوباره bc ما و شما بشه. میشه ac تقسیم بر دو صرف نیم وتر شد پس را ثبوت کردیم پس شاگرد عزیز قضیه دوم چی, چی، به چه شکل بود گفت اگر یک مثلث قائم زاویه داشته باشد یک زاویه سی درجه باشد زل زا... زل به زاویه 30 درجه یعنی بی سی ما و شما نیم وتر میشه سیست پس یاد از قضیه دوم ما تختار پاک میکنیم یک سوال امتحانی بر از بر کار میکنیم که بفهمی چرخ رقم یا کار میشه درست است پس تختر پاک میکنیم و سوال کار میکنیم پس یک تا سوال کار کنیم مثال مثال به شکل است به ما شما یک شکل میته با عنوان مثال اینی ای باشد اینی بی و اینی سی گفته که شاگرد از این زاوی سی ما شما سی درجه است و ام که میانه است این ام هم میانه باشد گفته بی ام میانه پس نه اینجا نوشته می کنم در شکل مقابل بی ام میانه بالای وطر است بی ام میانه است و بی ام چند سنتیمتر است؟ سه سانتی متر پس نوشته کنم بی به ما شما خودش داده که چند این میانه رو به ما شما داده سه سانتی متر است گفته چیز دریافت کنید از لای مثلث را دریافت کنید پس دقت کنید چقدر عزیز به ما شما چه رقم سوال داده کدای شکل ما شما بی ام میانه است وقتی میانه باشد معنایش چی است معنایشی که گفتیم که اینی زل با اینی زل چی میشه؟ مساوی میشه سه است؟ اینی زل با اینی زل مساوی است خب میانم این به قضیه اول که اول ثبوت کردیم قضی قبل قضی اول دوم نه قضی اول ثبوت کردیم گفتیم میانه بالای وط با چی؟ با نیم وط مساوی است حالا چون زاویه ما مثلث ما شما یک زاویه سی درجه دارد طبق قضیه دوم پس اینی زل ای روبر و زاوی درجه با چی؟ با نیم وط مساوی میشه پس یا کلش با هم مساوی است خب به ما چی گفته؟ گفته بی سه سه متر است بی ام امی میانه رو گفته سه خب وقتی این سه باشد پس ای هم چند است ای هم سه است ای هم سه است و ای هم سه است یا هرش با هم, با هم مساوی سوال چه خواست؟ اعضای مساوی رو دریافت کنید خب کار نداره ابی بی ما و شما چند میشه؟ ای بی ما و شما سه سنتی متر ای سی ما و شما چی میشه؟ اسی سی ما و شما میشه ای سه ای سه میشه شش سنتی متر شش سنتی متر سه است فقط بی سی رو ما و شما نداریم خب بی سی رو دریافت میکنیم بی سی بیشتر را اگه بخوایم دریافت کنیم چه خمشه خب یک این مثلث ABC ای مگر قائم زاویه نیست به این شکل به ما شما قائم زاویه داده قائم زاویه من این شکلش بکشم و دیگه این قائم زاویه است مثلث ABC ما شما قائم زاویه است وقتی قائم زاویه باشد رابطه فیثاغورس روی از چی است برقرار است اینی سه اینی شش خود دریافت کرده میتونیم نام از این ما x میمونم پس میشه چی شش مربع مساوی است با x مربع جمع 3 مربع 6 مربع میشه 36 مساویست با X مربع نداریم خودش رو یقین جمع سه مربع 9 9 رو در اینجا انتقال بدیم میشه منفی 9 پس 36 منفی 9 مساویست با X مربع 36 منفی 9 چند میشه؟ میشه 27 صحیست؟ 27 بله 27 مساویست با X مربع پس x ما شما چند میشه در نتیجه ادامش اینجا نمیشه میکنیم پس x ما و شما میشه چند میشه جذر 27 پس ما x هم دریافت کردیم پس x ما و شما bc ما و شما چند میشه جذر 27 سیس پس شاگرد عزیز می سوال امتحان سوال کارخانه که به شکل است با ما و ما شما مثلث قائم زاویه با زاویه سی درجه میتا مثلا یک تا زیر رو میدم میگه دیگار دریافت کن شما میتونید دریافت کنید درست است خب شاگرد عزیز و گرامی درس ما شما امروز خلاص میشه خب شاگرد عزیز و گرامی پس مثلث قائم زاویه با زاویه سی و شفت درجه را دو قضیه در رابطه با کار کردیم در درس امروز درست است پس ما سوالم کار کردیم یک تا سوالم کار کردم پس من رو تیک مارک میکنم پس این درس ما با شما امروز هم خواندیم اما کارخانگی تمرین های صفحه 118 کتاب باید حل کنید و ما روان کنید درست است از طریق چی از طریق واتساپ نمبرشم چند است 20964 780 255 40 13 درست است شاگردای عزیز پایان درس چهارم از فصل پنجم در درس چهارم ما شما امروز خلاص میشه شاگردای عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر باشین شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم